گاه از جنگ تمدنها صحبت می شود گاه از گفتگوی تمدنها اما تمدن چیست؟ آیا این مفهوم می تواند به فهم دنیای امروز کمک کند؟ سلام من داریوش کریمی هستم وقتی ساموئل هانتینگتون گفت پس از پایان جنگ سرد شاهد جنگ تمدن‌ها خواهیم بود بیشتر محافل اکادمیک نظریه او را جدی نگرفتند دو دهه پس از اون کشمکش پنهان و آشکار آمریکا و چین چیزی کم از جنگ تمدن‌ها ندارد و از اندونزی گرفته تا شمال آفریقا جنگ تمام ایار بنیادگرایان اسلامی با ارزش های زاده شده در غرب یادآور جنگ های صلیبی است دوره چند صد ساله که طی اون دو تمدن قدرتمند چشم در چشم هم دوختند و تلاش کردند به خشن ارزش های برگرفته از ادیان متفاوت را به کرسی بنشانند در پاسخ به همین وضعیت نظریه گفتگوی تمدن ها تر شد و تلاش شد از مفهومی به نام تمدن نه برای توضیح جدال ها بلکه برای حل آنها استفاده شود اما آیا نزاهای دنیای امروز و تلاش برای آشتی جهانهای متفاوت را می توان با مفهومی چون تمدن توضیح داد امروز می توان از تمدن های متفاوت سخن گفت مثلا آیا چیزی به نام تمدن واحد اسلامی داریم در حالی که جهان بینی های متضاد در درون جهان اسلام و تحت نام اسلام با هم میجنگند و می توان از تمدن غربی سخن گفت در شرایطی که در کشورهای غربی بر سر بنیادی ترین اصول و مفاهیم جدالی بی امان در جریان است جدالی که گاه خود را به شکل کشتار ده ها نفر توسط یک افراطی در نروژ که از آرامترین کشورهای اروپایی نشان میدهد. و گاه به شکل روی آوردن رای دهندگان غربی به سیاست مداران افراتی. از مهمانهای این هفته میپرسیم چرا مفهوم تمدن توانسته نظریه پردازان علوم سیاسی را به خود مشغول کند و در این حال تخیل مردمی را ارضا کند که در جستجوی جواب کلان برای پرسش های بنیادی خود هستند در پنل اول فرهنگ رجایی استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالتون کانادا و کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا و مخاطبان اونها سمیه اغنیا کارشناس کامپیوتر و آزاده اسدی کارشناس امور مالی خیلی خوش آقای رجایی شما در مقدمه کتابتون اسلام ان مدرنیتی به زبان انگلیسی گفتید که مفهوم دولت مدرن یا واحدی به نام دولت مدرن دیگه نمیتونه جوابگوی پرسش های اساسی دنیای امروز باشه و گفتید به همین دلیل به روی کرد تمدنی اعتقاد پیدا کردید این علا اونه که شما خودتون اطلاعاتتون، مطالعاتتون، پژوهشتون رو از حوزه روابط بین الملل شروع کردید که همون روابط بین دولت های مدرن دیگه اما معتقدید الان دیگه دولت مدرن واحد مناسبی برای پژوهش آکادمیک نیست برای توضیح جهان کنونی و روندهاش و روی کرده تمدنی که صحیحه این روی کرده تمدنی چی هست؟ بله <تصفح> <تصفح> ادعای من این است که اگر ما بخواهیم مقولات خورتر در حوزه سیاست یا در حوزه اقتصاد یا در حوزه جامعه رو زیر ذره بین تحقیق قرار بدیم چه بسا که استفاده از مفاهیمی مثل قدرت مثل دولت کارساز باشد اما اگر پرسش ما این باشد که بخواهیم وضع بشر به طور کلی و حالا اگر انشالله در خلال بحث اینو بیشتر میشکافیم وضع بشر رو مورد تحقیق قرار بدیم اون وقت تمرکز کردن روی دولت ملت که در واقع یک شکل خاص از سازمان یافتن بشر در دوران جدید است قبل از آن امت داریم قبیله داریم و امپراتوری داریم ولی به هر حال از اون زمان به بعد باب شده این به معنای این نیست که این واحد نه مهم است و نه اینکه کاربرد ندارد اما عرض من این بود که کاربردش محدود است برای توضیح چیز دیگری به جز توضیح وضع بشر تمدون چرا میتونه یا روی کرده تمدونی چرا میتونه توضیح بهتری بده برای وضعیت بشر اگر اجازه بدید من یه ذره برگردم و بگم اصلا سابقه این که من به این نتیجه رسیدم از کجا بود مثل همه کسانی که از کشورهایی میان که در دستبندی های رایج در دانشگاه تحت عنوان، کشور در حال توسعه کشور توسعه نیافته کشور جهان سوم هست این پرسش برای من بود که چرا ما در این وضع هستیم و بعد طبق معمول که در تمام همین کتاب ها و بحث های جاری هست ما در این وضع هستیم برای اینکه نرخ مرگ و میرمون بالاست درجه سوادمون پایین نظام اداری و چیزی که به اصطلاح غربی بوروکراسی بهش میگن بوروکراسی منسجم و عقلانی نداریم ولی یواش یواش در اثر سالهای تدریس که به زبان چینی ها تدریس بهترین روش یادگیری است بنده یاد گرفتم که اینها محصول یک چیز دیگری است یعنی مشکل بنیادی تره بله و بعد اصلا این جامعه ای که نرخ مرگ و میرش پایینه یا جامعه ای که نظام اداریش سازمان یافته و عقلانی است یک کار دیگه ای داره میکنه و اون کار دیگه چیه که بنده به تبع ابن خلدون به تبع توینبی به تبع به تبع فرناند برودل تا حتی به طبع آیزیا برلین و بعد هنارد متوجه شدم که چه بسا که باید مفهوم کلانتری رو گرفت که ابن خلدون ازش به عنوان علم امران یاد میکنه که بهترین تعبیرش برای زمان ما علم تمدن سازی یا روند تولید تمدن است به همین دلیل من فکر میکنم این کارآمدی بیشتری داره آقای متین این شما رو راضی میکنه فکر میکنید این مفهوم تمدن و تمدن سازی میتونه برای فهم جهان و کنونی کمک کنه بمون. به نظر من نمیتونه به نظر من مشکل مفهوم تمدن میشه از دو جمعه نگاه کرد جنبه اولش به لحاظ نظری هست مفهوم تمدن کارش توصیف است به نظر من توضیح نمیده برخلاف چیزی که آقای رجایی گفتن و این در واقع توصیف قدرت توصیفیش است که جذابیت داره ولی حتی در سطح توصیفی هم چنان مبتنی بر عوامل مبهمی است که مگر در عالی ترین سطح در در حالت خیلی کلی میتونه یه سری توصیفات رو یه سری تمایزات رو در میان جامعه بشری به ما بگه ولی چیزی به ما نمیگه در مورد اینکه این, این جامعه دینامیسم درونیشون چی هست به چه دلیل فران جامعه به به قول شما پیشرفت یا توسعه میرسه دیگری نمیرسه به این لحاظ در سطح توصیفی هم محدودیت مشخصی داره و این محدودیت نظری به نظر من در بلاظ سیاسی هم خودش رو نشون میده اگر شما نگاه بکنید حداقل در تاریخ تفکر مدرن غرب استفاده از مفهوم تمدن به شدت و به وسعتی که در قرن 19 و 18 و توسط قرن 20 یعنی در دوران استعمار این مفهومی بود که جوامع غربی در رابطهشون با جوامع غیر غربی خودشون رو توصیف میکردن باش به دلیل اینکه مخرج مشترک این جوامع غربی و اروپایی در واقع استعمار جوامع غیر غربی بود این مخرج مشترک در واقع اونا رو در تقابل با این جوامع به هم نوعی همگونی ایجاد می کرد که تمدن غرب بر فرض این رو در واقع یعنی منظور اینه ده. که جامعه استعماری خودشون رو متمدن می بله در اون دوره قدرت غرب که اونا رو متوفق کرد بر کشورهای بر جامعه دیگه در واقع به نوعی بنیان این که بعضی کشورها بعضی جوامع متمدن ترن. یعنی قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی برآمده از یک سری عوامل درونی این جوامع هست که این رو در به عنوان در قالب تمدن مطرح کردند به این حالت به این دلیل مفهوم تمدن دو کار کرد یعنی دو نتیجه ازش ساطع می‌شد در اون دوره یکیش این هست که وضعیت جوامعی رو که در یک کاتگوری مشخص تمدنی قرار می‌گیرن به درون به, به های درونی اون جوامع تقلیل میده یعنی و این عوامل اکثرا در تمام گفتما، گفتمان هایی که مبتنی بر تمدن هستن اکثرا یا فرهنگ است یا مذهب هست یا ترکیبی از این دوتا در نتیجه عقب افتادگی مثلا جوامع شرقی یا جوامع اسلامی مربوط میشه به فرهنگ یا به فرهنگ و مذهب تق... مربوط میشه در واقع نقش خود این کشورهای استعماری و یا غربی در در اون پروسه در اون روند در واقع از هیته نظری خارج میشه در عقب نگه داشتن جامعه... بله، در،, در, عقب نگه داشتن اون جامعه که اونا کم، کمتر متمدن یا غیر متمدنش مینامن نتیجه دوم که باز مربوط به این نتیجه اول هست این است که در مفهوم تمدن و گفتمانهای های مربوط به تمدن و توضیح های مبتنی بر تمدن به ناچار نوعی ذاتگرایی درش هست essentialism، به این معنا که پویایی و یا تکامل تاریخی اون جوامعی که در اون تمدن مشخص جا میگیرن ناشی از یک سری فرا، فرایند هست که مختص به این جوامع هست و عامل تمایز اونا هست یعنی در وحله اول که اونا میتونن می متمایز بشن از جوامع دیگه یا تمدن های دیگه اون عوامل در واقع هم متمایز کننده هستند هم توضیح وضعیت خاص اونها هستن بسیار خوب ما به جزئیات هر کدوم از این جواب خواهیم پرداخت فقط یک سوال پیش از اون که به پنل دوم بریم برد. از شما بپرسم گفتید که مفهوم تمدن از یک نگاه خیلی کلی و بالا جامعه رو نگاه میکنه ایراد این چه هست برای اینکه یک جامعه شناس خیلی معتبر اه... که تاریخ نگار هم هست فرانسوی فرناند برودل میگه سه نوع تاریخ نگاری داریم یک نوع تاریخ نگاری که غرق در جزئیات روز از پی روزه یک نوع تاریخ نگاری که دهه ها رو بررسی میکنه و یا چند نسل و به یک تاریخ نگاری که از بالا صداها رو نگاه میکنه و معتقد این تاریخ نگاری که از بالا صدا رو نگاه میکنه این میتونه بعضی از توضیحات رو بهتر و راحتتر پیدا کنه و فهم ما رو بیشتر کنه و شاید این همون تاریخ نگاری است که به تمدن ها نگاه میکنه نه بله مشکل مسئله کل، کلی بودن مفهوم نیست اتفاقا من کاملا موافقم که با برودل و آقای رجایی که نگاه کلی تر اصلا لازمه است کلانتر بله. کلانتر ولی بله. به نظر من حتی به اون معنا حتی از, از تمدن هم کلانتر ما لازم داریم که جامعه شناسی تاریخی در دوران معاصر در واقع این کار میکنه که واحد تحلیلی ما در واقع کل جهان هست ولی به محض اینکه شما این نگاه کلی توتالیتی یا کلیت مدار رو در واقع شروع به استفادهش میکنید کاری که بخشان مارکس به نظر من از خیلی ها بهتر انجام داد به این معنا که همون هم از کلیت شروع میکنید ولی یک سری مفاهیم ثانویه دارید که این کلیت رو به شکل مشخص کنکرت میده و این مفهوم در مورد فرزن شما هگل نگاه کنید فرزن تکامل خرد هست در مورد وبر مفهوم انباشت قدرت مدرن هست در مورد مارکس روابط اجتماعی تولید هست یعنی این دوتا در, در یعنی فهم کنید در عین این, این یک مفهوم کلان میخوایم باید این مفهوم کلان با واحدهای جزئی تر اینجوری بند و بست پیدا بکنه منظورم محترم جسد. به طور اینه که مفهوم تمدن باید در در چارچوب یک تئوری جامعه شناسی مشخص است که کارکردش حالا چه مثبت چه منفی به حساب به منصه ظهور میرسه به تنهایی خارج از یک تئوری جامعه شناسان کاران کاران اجتماعی نمیتونه نمیتونه بکنه. بکنه. مطمئنم شما جوابایی دارید ولی اجازه بدید سوال رو بگیریم خانم غنیه. سوال اول من اینه که برای اینکه فکر می‌کنم یکم بحث و کنیم و سوالای بیشتری بشه مطرح کرد موفره. اینه که ای اینه که هر دو نفر میتونین سوال من جواب بدین. اینه که تعریف و مفهوم تمدن چیه برای هر کدوم از شما و هم و اجزای تشکیل دهنده یه تمدن به چی میگیم یه تمدن وقتی مثلا میگیم تمدن اسلامی و تمدن غربی منظورمون چیه چی اگر میتونیم به اینا بگیم تمدن و اینکه آیا این مفهوم تغییر کرده با توجه به تاثیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی آیا ما نباید اینا رو دوباره تعریف کنیم به نسبت خب گذشته به آقای رجایی که از مفهوم تمدن و روی کرده تمدن استفاده کردن خوب این سوال جواب بدن منظورتون از تمدن چیه تعبیری <تصحب> که من از نگرش تمدنی دارم این است که تمدن یا مفهوم تمدن عبارت است از لحظه ای که و این تاکید دارم روی این موضوع به همین دلیل تمام فرمایشات که آقای دکتر فرمودن درش می اون لحظه ای است که ما تولید همزمانی همه شمولی و همه پویایی داریم یعنی چی؟ یعنی اینکه اون واحدی که درگیر در روند تمدن سازی است در درونش و در رابطش با دیگری قدرت تولید می شود اقتصاد تولید می شود فرهنگ تولید می شود اندیشه تولید می شود هنر تولید می شود حتی رسوبات فرهنگی تاریخی که یادگار میماند هم تولید می شود کمدی هم تولید می شود ذره ای از ابعاد تولید بیرون نیست و حالا برای اینکه اینو بیاریم روی زمین و اینو آ آ آ آ، کاملا بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم میدونیم که معروفترین واحدی که در جهان بحث می شود آتن است آتن در زمان یونان قدیم و درست رقیب مخالف آتن اسپارت است ما از اسپارت صحبت می کنیم وقتی می خوایم راجب قدرت نظامی اسپارت حرف بزنیم به گمان من اسپارت تمدن نیست یک امپراتوری است همه ما از آتن حرف می زنیم راجب سیاست حرف می زنیم به آتن رو می کنیم راجب اقتصاد حرف می زنیم به آتن رو می کنیم البته بردگان هم اونجا هستند خانوما هم از حقوق محر... زنان هم از حقوق محروم هستند اینو من کاملا واقف هستم اما راجب به علم حرف میزنیم از آتن صحبت میکنیم راجع به تراژدی حرف میزنیم از آتن صحبت میکنیم فکر جای این خودش میراث تمدن غرب هست که من فقط از آتن صحبت میکنم قربون برای اینکه شما اگر وقتی که بخواید راجع به یونان به یونان رو ول کنید برید سراغ هند برید سراغ چین وقتی که راجع به چین صحبت می کنیم چین یک تاریخ بسیار بسیار طولانی داره ولی ما تمرکزمون رو میذاریم رو دولت چو و از مثلا صد دبستان صحبت می کنیم که در اونجا کنفوسیوس هست هانفیدزو هست مکتب قانون هست چرا چین یک دوره عظیم تاریخی داره ولی ما اونو خیلی راجبش صحبت میکنیم برای اینکه در اونجا تولید همگانی صورت گرفت. ولی الان ما نمیایم از وقتی راجع به تمدن غرب صحبت میکنیم کنیم نمیایم بگیم تمدن لندن، تمدن نیویورک، تمدن پاریس. من صحبت میکنم اگر،, اگر لازم شد صحبت میکنم به نظر من قو... دولت مرکزی تمدن جدید غرب اروپا نیست، امریکاست اون یه بحث دیگری است میتونیم بهش برسیم. اما کاملا فرمایشتون درسته یعنی نوک پیکان جهان تمدنی کنونی آمریکاست. به عنوان دولت پرچمدار این چیزی که به اسم روند تمدن سازی روند تمدن کلی بحث در موردش خواهد بله. ولی اجازه بدید بله من یک کلمه بگم بله. بعد تمام کنیم برای من البته کاملا موافقم و احترام دارم به تحلیل های عظیمی که مارکسیزم به داده ولی ضمن یک باعث سوء تعبیر هم شده و به نظر آمد تحلیل آقای دکتر مدار تحت تاثیر اما فقط من یه نکته رو میگم برای من شاخص دوران تمدن ساز یا دوران اون تولید همگانی خیلی ساده است احتیاج به خیلی پیچیدگی نداره هر جا ملت در حال مهاجرت هستند تمدن آنجاست در طول تاریخ امروز هم نه این هم نکته خوبیه رابطه تمدن و مهاجرت بله قرن نهم همه میرفتن بغداد الان همه میان اینجا اینجا البته منظورتون امریکا است چون گفتید اروپا یا بعضی اینجا یعنی بله خب <تصفح> خود نه اتفاقا توصیف نیست تحلیل برای اینکه به شما این این اتفاقا نکته است به نظر من بجاست اینم بهش بپردازیم که آیا مفهوم تمدن یک مفهومی است که رولتوری به زبان خانم هرارند یا گشاینده باز کننده و توضیح است به گمان من هست برای اینکه اگر به معنای این همه گو... همزمانی همه شمولی و هم پویایی بگیریم شما اگر در این بازی شرکت ندارید یعنی در این بازی نیستید بله آقای رجای اجازه بدید من میدونم شما جواب دارید ولی اجازه بدید سوال بگیریم از خانم اسدی مرسی من خوام یکم این بحث تمدن رو نه به خاطر اینکه باور ندارم ولی خوام یکم به چالش بکشم تا شاید یه, سآ... یه چیزای ریشه‌ای تر از توش در بیاد من میخوام بدونم اگر ما بیایم اصلا کلمه و واژه تمدن رو حذف کنید اگر این اتفاق بیفته چه خلایی احساس میشه به کجا برمیخوره کو... من... <سخف> چه خلایی من... <سخف> احساس میشه اگه تمدن رو ازش بذارین چه خلایی احساس میشه من دلم میخواد دو آقای فرصت داشته باشن صحبتی بکنن ولی ببینید اگر اون تعبیر همزمانی همه و همپویایی رو بگیریم اشکالی نداره اگه شما اون تولید همگانی رو انجام بدین فرض بفرمایید انسانی که این توضیح مفهومی که من به کار میبرم اینجاست انسانی که فقط به دنبال پول میرود در زبان ما در زبان فارسی فارسی شکرست میگیم تازه به دوران رسیده در زبان غربی میگیم نووریش آن کس که فقط به دین توجه میکند ما میگیم بنیادگرا یا وسواسی در, در اندیشه خودمون آن کس که فقط اهل قدرت است میگیم آقا فلانی که خیلی متفرعن است آن کس که فقط به درس و کارهای درسی میپردازد در زبان غربی بهش میگن بوکیش و اگر اجازه بدین کلمه خر رو که در زبان فارسی به معنای بزرگست به کار ببریم میگیم خرخون یعنی آدمی است که فقط همین کار رو میکنه زیبایی این مفهوم حالا یه چیز دیگه جاش بذاریم من موافقم ای کاش می توانستیم به جای کلمه تمدن یه چیز دیگه بگیم شما آیه متین فکر میکنید چیز دیگه میشه گفت جایگزینش چه هست به نظر من جایگزینش میتونه مفهوم جامعه باشه که خیلی هم جا افتاده است نه الزامن به معنایی که جامعه شناسی غربی یا در تاریخ تفکر اروپا شکل گرفته ولی به معنای یک جامعه انسانی که تمایزش رو در رابطه با جوامع پیرامونی و دیگران احساس میکنه یعنی خداگاهیش از تقابل رو ارتباط با دیگران رخ میده ولی در این حال به درجه ای از انسجام درونی در رابط تولید اجتماعی و سیاسی و فرنگیش رسیده که در واقع اون تمایز در واقع پیش زمینش هست و این مفهوم میتونه تغییر بکنه یعنی یک مفهوم تاریخی از زمان یک چیز یعنی جامعه پویاست بله. هم جامعه پویاست و هم مفهومی که اون رو قرار نشون بده باید اون پویا رو داشته باشه خیلی بشن. از روندهای جهانی هست که از چارچوبی که ما برای جامعه مد نظر داریم یعنی دولت مدرن یا دولت ملت به گفته ایشون فهمت. فراتر میره مثلا بنیادگرای اسلامی فهمت. و افسون بر اینها تبادل اطلاعات باعث شده که واحدی به نام دولت مدرن که ما وقتی جامعه رو میخوایم بررسی کنیم میریم سراغش دیگه ایران یک دولت مدرن داره یک دولت ملت و برای بررسی جامعه ایران میریم سراغ. این واحد خیلی جاها فکر میکنی ممکن کارا نباشه برای اینکه روندهای جهانی داره فراتر میره از مرزهای دولت ملی اینو چجوری باید توضیح ببینید یک تفاوت هست بین تشدید ارتباط بین جوامع بین اینکه اصلا جامعه دارن حل میشن یعنی این مشکلی که فرزن مفهوم جهانی شدن یا گلوبالیزیشن داره این است که گویا به دلیل تشدید ارتباطات به دلیل توسعه ارتباطات به دلیل توسعه علمی و تکنولوژیکی که هست ارتباطات تشدید میشن ولی الزامن حاملین و یا عاملین ارتباط دیگه محف که نمیشن اصلا خود ارتباط مبناش اینه که دو, دو پدیده متفاوت وجود دارن که میتونن با هم ارتباط پیدا بکنن یعنی هم دی... از همدیگه متمایز هستن به معنای هگلیش در واقع اصلا خداگاهی منوط هست به وجود دیگری مشکل این که آقای رجای گفتن که به دلیل محدودیت های مفهوم دولت ملت ما به یک مفهوم کلانتری نیاز داریم این درست هست ما به نگاه کلیتری نیاز داریم ولی مفهوم تمدن در واقع مشکل دولت ملت رو باستولید میکنه چون مشکل مفهوم دولت ملت این هست که یک مفهوم درون مدار هست یعنی ماهیت یک دولت واحد یا یک جامعه واحد رو از عوامل و دینامیسم های اون جامعه واحد استخراج میکنه در حالی که هیچ جامعه وجود نداره که در حال کنش متقابل نباشه کل مشکل جامعه شناسی مدرن به نظر من و به طبع اون علوم سیاسی مدرن این است که از یک هستی شناسانه منفرد شروع میکنه از یک جامعه یا دولت یا واحد اجتماعی منفرد شروع میکنه بدون اینکه اون ارتباط با جوامع دیگر رو اهمیت علی بهش بده یعنی و تمدن رو... مفهوم تمدن این مشکل رو حل نمیکنه نه خیر به دلیل اینکه شما باز چند تمدن در مورد هانتینگتون هفت یا هشت سپنگلر هشتا را شناسایی میکنه شما هشتا واحد منفرد دارید که گویا دوران کودکی و طفولیت و جوانی و زوال دارن یعنی اینها دینامیسمشون سیر تاریخیشون معطوف و منوط به درون خودشون است در, در, نتیجه تاثیر این تمدن ها بر یکدیگر من جمله پروسه روند استعمار من جمله بست سرمایه داری جنگ هایی که در پی اون صورت میگیره اینا خود به خود از صحنه نظری و تحلیلی یا کلا هست میشن یا اصلا اهمیت ثانوی پیدا میکنن همش برمیگرده به عوامل متمایز کننده اون تمدن که در همه حالا تقریبا یا فرنگ یا مذهب در نتیجه استفاده به نظر من غیر نقادانه مفهوم تمدن میتونه دقیقا به اون مشکلاتی دامن بزنه که هانتینگتون داره به صورت تئوریزش میکنه به نوعی یعنی برخورد تمدن ها ناشی از این نیست که مثلا مسلمانان به صورت ذاتی مثلا مشکل دارن با مثلا مسیحیان که در واقع جزء تمدن دیگه هستن یک سری مثال دیگه ای هست که این تناقض ها رو به حساب تشدید میکنه تاریخا حتی اه. تفاوت ها هم مفهوم تمدن نمیتونه توضیح بده اروپا تا قرن 15 هم به قدری عقب افتاده و فقیر و ضعیف بود که حتی تمدن های شرقی حتی احساس یا نیاز به اینکه تسخیرش کنن رو حتی نداشتن حالا ما باید توضیح بدیم چطور شد که در قرن 17 هم بین ور امپراتوری عثمانی شروع به نزول کرد اروپا شروع به گسترش کرد این توضیحش فقط از از درون اون جامعه یا تمدن مشخص قابل به حساب توضیح قانع کننده ای نمیشه ازش گرفت بلکه این بخشت. تبادلات هستن که اینو توضیح بده بله. ببخشید بله. نمیشه گفتش که سیر تاریخی بالاخره جوامع رو پیشرفت جوامع پیشرفت کردن ارتباطات پیشرفت کرده آه. یعنی اون چیزهایی که قبل از قرن 16 هم 17 هم تمدن رو می ساخت یا مثلا آدم ها باهاش توی همدیگه رابطه داشتن بعد از اینکه ارتباطات پیشرفت کرد یه فضای دیگه ای پیدا کرد و این ارتباطات موجب شد که به حال این تمدن با هم دیگه برن بشن. تو آمیخته بشن برن تو هم و دیگه اون ف... تفکر صرف اینکه این تمدن اینجاست و این تمدن اینجاست شاید دیگه جواب نده این سوالی است که احتمالا آقای بعد ببینیم جواب آقای رجایی بهش چیه آیا جهان ارتباطات باعث نشده که تصور این تمدن در مقابل این تمدن یه مقدار دیگه خام به نظر برسه یا قدیمی به نظر کاملا برسی؟ کاملا درسته اونتا ایزو بدین به نظر من از فرمایشات آقای دکتر تحریر محل نظار رو به خوبی روشن کرد به این معنا که برداشتی که من از نگرش تمدنی دارم واحد مطالعهش در نهایت فرد است انسان نه جامعه خاص نه درون نه بیرون منتها تحلیلی که به نظر میاد جنابالی از برداشتتون از تمدن دارید یه منطق باسازی شده است اگر به منطق درونی تمدن به وحچی که عرستو استفاده میکنه یا به وحچی که ابن خلدون استفاده میکنه نگاه بکنید کاربردش ابدی است و این به نظر من بازی بود که آقای هانتینگتون را انداخت آقای هانتینگتون راجع به تمدن حرف نمیزند آقای هانتینگتون راجع به امپراتوری حرف میزند یعنی <applause> <applause> جنگ امپراتوری ها جنگ امپراتوری هاست برای اینکه عبارت... الان عرض بکنم خدمتون <applause> ولی درست عبارت برخورد تمدن ها تناقض در لفظ است. به چه معنا؟ به این معنا که اگر شما انسان متمدنی باشید و اگر جامعه متمدنی باشید به ناچار گفتگو بی کنید برای اینکه قاعده شما همه با همه جنگ جهانی را چطور توضیح میدید به جنگ جهانی بحث اینجا اون تحلیل به نظر من فرمایش فرناد برودل خیلی فرمایش درستی اونجا دعوا دعوای دیگری است دعوا دعوای بحث سیاسی است و عرصه سیاست تنها رو با مقوله تحت ازتون اگر کشورهای اروپایی که در جنگ جهانی اول و دوم میلیون ها میلیون از جامعه هم دیگر رو قتل عام کردن اینا در گفتمان تمدنی جزء تمدن غرب محسوب میشن خب اگر اینها جزو تمدن غرب هستن و در عین حال دچار همچین نزایی هستند که تا هستی و به مرگ کل یک جامعه یا چندین جامعه پیش میره چه مقدار از تنش درونی در یک تمدن برای شما لازم هست که مفهوم تمدن مشک... یعنی انسجام درونی یک یک تمدن اگر تا این حد شل هست که اینا بتونن جنگ جنگ بین اونها تا اون حد رخ بده خب پس, پس این چ... مفهوم چه چیزی رو به ما نشون میده که به شما با من میدم این که نگرش تو تما... نگرش شما به تحلیل نگرش مکانیکی است همه مفاهیم بشری شکرنده هستند به نظر بنده همون که رابطه شما با برادرتون یک رابطه از یک خانواده هم هستید کاملا نزدیکه ولی احتمال داره به خاطر یک مسئله کوچیک تحت عنوان اینکه ایشون نمیدونم ملک پدریه من رو مثال, خود مثال ته... کلاسیکش قابل و قابله بله است بله ولی میتونه تو... ته... اما فکر میکنم اگر بخوایم بر اون سال آقای متین تا بکنیم بعد اینجوری بپرسیم که مگر قدرت های غربی در یک جهان تمدنی نبودند پس چرا تا حد مه و همدیگر با همدیگه جنگیدند کاملا فرمایشتون درسته جوابش این است که بود یعنی این خدای یونانی جانوس به نظر من تعبیر زیبایی است برای وضع بشر یک چهرش قدرت است یک چهرش نظم یک چهرش عدالت است یک چهرش ظلم متاسفانه در آن واحد ما هر دوی اینها هستیم و بنابراین علت اینکه این مفهوم تمدنی به وچی که بنده عرض می کنم من روی شونه ابن خلدون و عرستو و اینها بایستدم که میتونم با قاطعیت ادعا بکنم زیبایی قضیه این است که این شکنندگی رو به شما یادآوری میکنه اگر شما تمرکزتون رو بذارید روی یک بود مشکل پیدا میکنید و موقعی که شما یک بودو میگیرید کاملا همینطوره نگاه بکنید به 11 سپتامبر سیازده سپتامبر جامعه آمریکا یک س... در عرض یک ساعت تبدیل شد به یک جامعه نظامی صرف یعنی آتن شد اسپارت شما قبلا گفتین که آمریکا مهد تمدن فعلی ب... به نظر شما پرچم داره پرچم داره من می‌خوام این کشوری که پرچم داره تمدن به زعم شما چطور تنها چیزی که الان دستش انقدر علم جنگه ببینید سوال شاید تر این باشه که انسان متمدن یا جامعه متمدن یا اون لحظه تمدن ساز چه جور لحظه است بهشت موعود نیست که صد درصد چیزها به وفق مراد باشد به گمان من در زبان فارسی ما یک اصطلاحی رو میگیم خیلی اصطلاح کارساز و به نظر من توضیح دهنده است اون اصطلاح این است که تک تک ما خوبیم مردشور ترکیب اونو ببرن جامعه تمدن ساز و پویا و در حال توسعه مجموعه خوبه گاهی اوقات مردشور تر... تک تک رو ببره ترکیب فراهم شده است ها. بنابراین جوامع پویا و نقش آفرین و بازیگر 51 درصد مواقع برای 51 درصد آدما و از مرتبه برای همینی که اون فلش مهاجرت چیز جالبی است بله این دقیقاً به نظر من معارض مطلبی که من حرفامو باهاش آغاز کردم که شما دوباره توصیف میکنید نه شما میگونید جوامعی که این حالت مشخص رو دارن متمدن هستن این توصیف هست به نظر من شما اگر این سوال رو پاسخ بدید که چرا این جور میشه چرا این ترکیب به قول شما در بعضی جا به اون حالت بهینه میرسه در جاهای دیگه نمیرسه اون موقع است که مفهوم تمدن شما باید یا بالاتر برید یا پایین تر بیاید شما اومدید اومدید به انسان حالا اگر خشت بنای مفهوم تمدن از نظر شما انسان هست که چرا خب چرا اصلا از مفهوم انسان شروع نمی کنید یعنی یک تئوری تاریخ مبتنی بر انسان اگر تئوری تاریخ شما مبتنی بر تمدن هست خب پس اجزای بعدیش رو به قول دوستمون باید خب توصیف بکنید در اون موقع است که شما یعنی ناچارن باید یک تئوری جا، تئوری تاریخی یا تئوری اجتماعی داشته باشید من تا حالا متوجه نشدم که اون تئوری گسترده‌تر که مفهوم تمدن بخشی ازش هست و ما رو کمک میکنه که دنیا رو چه در گذشته چه در حال بشناسیم چی هست یعنی شما حالا الزاما نه اینکه حتما وبری یا مارکسیستی یا نمیدونم دورکایمی باشید بالاخره تئوری جامعه شناسانه شما چیست علت اینکه که این مفهوم کماکان یک مفهوم توضیح دهنده است این است که ای کاش من ترکیب خاصی در زبان فارسی براش داشتم هنوز ندارم انشالله پیدا میکنم در زبان انگلیسی بنده از اسم خلاصه پت استفاده کردم پی ای تی و این تصادفاً مطلب جالبی است برای اینکه کلمه پت در زبان انگلیسی برای حیوان دستاموز خانگی به کار می رود و در اصطلاح آمیانه به معنی نوازش کردن است در چه شرایطی یعنی سوال دقیق‌تر که اگر مفهوم شما توضیح دهنده است عوامل تشکیل دهنده اون لحظه تولید همگانی همزمان و همپویایی چیست بنده سه تا عامل براش دارم اولیش هست حضور پرزنس شما باید به اندازه کافی انسانهای با حضور داشته باشید انسان با حضور چه کسی است انسان با حضور کسی است که نه زبون است نه متفرعن نه خودشو کمتر از اون که هست میبینه نه خودشو بیشتر از اون که هست دو انصار دیگه چه هستن برای اینکه این بحث دارم فقط همین رو تمام میکنم بله. مفهوم دوم مفهوم قاعده بازیس یا ایثاسه شما قاعده بازیتون باید قاعده بازی همه با هم باشه وقتی که شما جز قاعده بازیتون غیریت هست شما به ناچار سر از امپراتوری در میارید میخواد این غیریت در قرب باشه که بقیه جهان و نامتمدن میخواند میخواد این غیریت در جهانی باشه که شما رو دگرندیش میخواند این از توش تمدن در نمیاد با توجه و سومی با و سومی شما میگین اصلا مفا... چیزایی که ما بهش میگیم تمدن تمدن نیستن تمدن غرب تمدن اسلامی نداریم پس با توجه به تعریف که شما من داریم. جواب شما رو عرض میکنم ولی عرض از این سومی رو هم توضیح بدم سومی که تی هست در زبان انگلیسی صحنه است تیتر عرصه عمومی باید باشد در جواب شما آخرین دوره‌ای که در ایران تمدن سازی صورت گرفت دوره صفویه هنوزم شما وقتی اصفهان میرین میدان نقش جهان اون عرصه عمومی است و قاعده بازی از درون اینجاست که جواب آقای دکترم داده میشه که یک انسجام درونی وجود داشت این نظریه که صفویان خودشون رو از یه جا وصل کردن به یزدگرد و از یه جا وصل کردن به امام موسای کازم دلیل داره که همه احساس کنن جز این بازی هستند باز هم به نظر من این یک فرمول نرماتیو هست یعنی رجایی در واقع میگن اگر الف به ج باشه شما تمدن دارید ولی این فرمول به ما نمیگه چرا الف به ج در غرب کنار هم اومدن ولی در صفویه در ایران یا در امپراتوری عثمانی نیومد یعنی به لحاظ تحلیل تاریخ به نظر من چیز چندانی به ما نمیگه به ما... شما نگاه میکنید به های تاریخی که مفهوم تمدن الان از نگاه ما میتونه نشون بده و میگید این عناصر درش وجود داشت ولی منهای اون یعنی یا بعد از اون به ما نمیگه که چرا تمدن های مختلف خط سیرهای متفاوتی پیش گرفتن یعنی چرا اینجور شد که عرصه عمومی در... حالا در غرب فرض بکنید در غرب مدن رخ داد توسعه اقتصادی رخ داد توسعه تکنولوژیکی رخ داد ولی در شرق رخ نداد یعنی سو... رویکرد کرد آقای رجای بیشتر چگونگی هست ولی جواب سوال چرا رو نمیده این این فقط جواب س... سوال به چه شکلی رو میده بله. آقای متین اگر بخوایم با یک نگاه کلانتر به تاریخ نگاه بکنیم شما یادم یه جای بینابین بحثتون گفتین که حتی میتونیم فراتر از واژه تمدن به چیزی نگاه کنیم من خوب که چجوری میتونیم فراتر از یعنی آیه یه ای مفهوم کلانتر در... از تمدن هم داریم. کلانتر از تمدن چجوری میتونیم ما بیایم جوامع تاریخی رو بررسی فهم. کنیم؟ بالاخره یه جای همین امروز ما برای آیندگانی یه دوره دوری خواهد بود. دست. یعنی این واژه رو اگر ما خط بزنیم، یه نقطه سقلی توی فضای دنیا از بین نخواهد رفت. اون احساس نمیشه کم او... بوده. به نظرم اون مفهوم مفهوم است یا کلیت. حالا میتونیم از از منظر هگلیش یا مارکسیش بهش نگاه بکنیم کلیت در از نظر هگل که مارکس هم ازش استفاده کرد تئوری تاریخ هگل این بود که کل تاریخ عبارت است از تکامل خرد و تکامل خرد رخ میده در جو... در تمدن های متفاوت و هر از هر تمدن که به تمدن بعد میرسه به قول آقای رجایی پرچم از یک تمدن به دست تمدن دیگه میرسه و در نهایت به نظر هگل در اروپا این به تبلور کاملش رسید و نکته جالب این است که به قول در در نظریه تاریخ هگل این این تبلور کامل در یک تمدن صورت نمیگیره در دولت مدرن صورت ولی به حال هگل از مفهوم تمدن استفاده کرد بله ولی نهایتاً به دولت ختمش کرد این حالا من منظورم... قابل استفاده است میدونیم یعنی برای حتی... البته من تایید نمی کنم کار من فکر کنم اون اشتباه می کرد چون رابطه متقابل به اون بین اون جوامعی که مشمول یک تمدن خاص می شدن از سیته تئوری تاریخ اون خارج می شد. ولی در جواب مشخص جا... سوال شما ما یک مفهوم, مفهوم توتالیتی لازم داریم یعنی کل زندگی و حیات بشری و یک مفهوم کاملا کنکرتر نیاز داریم که در مورد از نگاه مارکسیستیان روابط تولید اجتماعی هست هر هر جامعه کار اولش این از خودش رو باز تولید میکنه حالا باز تولید زمان فقط تولید مادی نیست که معمولا سوء پیش میاد در مورد نقد مارکس بلکه تولید فرنگی هست تولید هنری هست تولید نظری هست در نتیجه بین رابطه جوامع با طبیعت و رابطه بین جوامع بین خودشون این این کلیت رو تشکیل میده اگر بخواید چرایی تکامل مشخص یک جامعه رو نگاه بکنید باید هم به این روابط متقابل بین آدم هایی که اون جامعه رو تشکیل میدن نگاه بکنید خب اسمش براب... نه تمدن به نظر من خیلی مفهوم مبهمی هست که بتونه این تمایزات رو نشون بده به همون دلیلی که گفتم مثلا انگلستان سرمایداری شده <applause> جزء اروپایی هست که ما مثلا در تمدن غربش میذاریم همین انگلستان وارد جنگ های ساله و نمیدونم سی ساله با فرانسه و آلمان شده و همه اینها در, واقع دینامیسم این جوامع در سطح خورتر صورت میگیره ولی اون دینامیسم جدا از اون چارچوب خیلی گسترده تر بله. که تمدن بخشن اونو نشون میده نیست اگر در قالب اندیشه هگل و مارکس هم بخوایم بگیریم تاریخ کل بشر میتواند در اینکه انسان به این دلیل بر زمین ظهور کرده است که متمدن و تمدن ساز باشد حالا همونطور که من گفتم این تولید همه جانبه است و همه ابعادی که آقای دکتر فرمودن در این می گنجه. و حالا در چه دوره هایی توانسته این کار رو بکنه کاملا توضیح دهنده است من خیلی برام جالبه یعنی یه های که انسان تمدن ساز نبوده؟ بله شدیدن جهان اسلام به نظر بنده از بعد از فروپاشی صفوی عثمانی و گورکانیان در هند تمدن سازی تعطیل است اون ببینید اون رو اگه بخوایم تحلیل بکنیم میریم توی تحلیل خردتر و مثلا فرض بفرمایید که بنده خواهم گفت که دوران اول تمدن سازی اسلامی مسلمانی در واقع اینکه جرأت گفتن بلی. که صفت اسلامی به کار بردن خیلی جرأت میخواد آه، آه، تمدن سازی مسلمانی که در دوره اول از قرن هشتم بود تا سیزدهم که مرکزش هم بغداد بود قرتبه یا کردوبا بود و مصر قاهره این چرا تمام شد توضیح داره همونطور که آقای دکتر فرمودن توضیح درونی داره بیرونی هم داره مثلا یک عامل که هیچ که راجبش صحبت نمیکنه گرم شدن زمینه خیلی و یه عاملی که خیلی ازش صحبت میشه فرنارد برودل باز اسمش میاد بیدلیل ده. نیست ازش صحبت میکنه اینه که میگه جهان اسلام مدیترانه رو از دست داد درسته ولی همون توضیح که به ظاهر تمدنی ممکنه به نظر برسه از نظر کسایی مثل خود برودل یک توضیح ژئوپلیتیکه یعنی توضیح این هست که یک قدرت برتر نظامی و اقتصادی چطور به دلیل دسترسی نداشتن به منابع مهم آرام آرام در خود فرو میره نتیجه که از این میشه گرفت رجایی به نظر بعضی ها اینه که خب عملا دیگه نیازی به مفهوم تمدن نیست عرض من این است که شما وقتی که این تولید همه جانبه رو ازش قافل میشوید عملا شما یه بودی دارین تولید میکنین و یه بودی تولید کردن هم شما رو به جایی نمیرسونی خوب... این نکته خوبی است برگردیم... اجازه بدید ببینیم که قبل از اینکه به شما بیایم، آقای متین خیلی کوتاه چون خیلی اصرار میکنید روی این نظرشیه اگر ایشون مشخصه تمدن سازی را تولید همه جانبه همه هنگ و گفتن هم پویا میدونن چه کانسپت چه مفهوم دیگه ای، چه توضیح دیگه ای برای این میشه گذاشت بعضی جوامع تولید همه جانبه هم پویا همه هنگ میکنن و این روند تمدن سازی است ببینید اون, اون عمل کرده ذاتگرایانه که دقیقا در این سوال به نظر من نهفته است مفهوم تولید یا نمیدونم توسعه یا پیشرفت اینا مفاهیم نسبی هستند شما همیشه باید یک نقطه رفرنس رجوع دیگری داشته باشید که در مقایسه با اون, اون اون مفهوم در واقع معنا پیدا میکنه جامعه اسلامی است تصمیم نگرفتن در لحظه مشخص یا تاریخ مشخصی بگن ما مثلا در هم تولید حساب ادامه نمیدیم این فقط تفاوت فاحشی هست که عروج سرمایداری در غرب اینجور نشون میده که گویا این جوامع در واقع ایستا شدن ایستای این جوامع فقط در تناقض یا در تمایز با توسعه بسیار سریع اروپا است که معنا پیدا میکنه اصلا درست از نظر تاریخی این فرمایشه شما از نظر تاریخی درست نیست چرا حضرت فرو فروپاشی جهان اسلام به دلیل برآمدن سرمایهداری نبود برای به دلیل تعطیل شدن اجزای از این سپایه بود فرض بفرمایید صحبت از این هست که سلطان محمد فاتح که به سلطان محمد فاتح معروف شد و قسطنطنیه را گرفت اول صبح تا گزارش دقیق از تحولات اروپا نمی گرفت حرکت نمی کرد یعنی به روایت آیزیا برلینی که می گوید روزنامه عبادت انسان مدرن است اون موقع وجود داشت آقای سلطان محمد فاتح اجرا می کرد ولی دولت مرد امروز میگه به من ربطی نداره در غرب چی میگیره من اینجا یه استفاده بکنم همسر من انسان شناس است تخصصشم هم امریکای شمالی است سال 1365 ما رفتیم ایران در دانشگاه تهران ایشون میره میگه من متخصص آمریکا میگن مرگ بر آمریکا بله لزومی نداریم ما بله، مطالعه بکنیم سوال خانم چاست یک هم میخوام بیشتر بحث رو بیارم سوالم بیارم روی این موضوع که با وجود پیشرفت تکنولوژی توی چند دهه اخیر آیا در آینده حالا اگه نتونیم امروز رو بگیم در آینده چیزی به اسم های متفاوت وجود دارن که حالا ما ازش استفاده کنیم برای توضیح بشر و شرایط انسان بسیار عالی است من ادام این بوده در اون کتاب جهانی شدن در ترازو که ما به دلیل این که جهان وصل شد به هم و این که شیوه تولید در همه ابعاد تبدیل شده به یک تولید همه جایی و در در اثر اتحاد پردازش کامپیوتری و ارتباطات ما وارد یک تمدن واحد در سطح کل زمین هستیم که اون تمدن تمدن تکنولوژی. اما فرقش با کل تمدن‌های قبل از دید من این است که تمدن‌های قبلی اصرار داشتند بر یک تمدن یک فرهنگ. و دلیلش هم این است که آدم پیچیده ای مثل تقیزاده که چندین زبان میدونست فرهنگ های مختلف میدونست تاریخ نگار خوبی است کتاباش هم هست بله. میگه ما باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشویم یا حتی میرزا ملکم خان آدم پیچیده ولی شرایط کنونی فکر میکنید متفاوته اون موقع برداشتش این بود که یک تمدن یک فرهنگ تمدن اسلامی یا تمدن مسلمانی و فرهنگ مسلمان تمدن چینی بله. فرهنگ امروز ما برای اولین بار در تاریخ با یک وضعی مشابهیم که یک تمدن و چند فرهنگ توضیح شما برای اونچه که جهانی سازی خونده میشه یا گلوبالایزیشن اینه آقای متین یا فکر میکنید نه رفتن به سمت یک تمدن و چند فرهنگ باز جوابو نخواهد بود به نظر من جهانی شدن همیشه وجود داشته هایی که ما به عنوان جهانی شدن الان نامش میبریم ازش وجود داشته شما نگاه بکنید در قرن 19 نقره مکزیک میومد سرد از چین در می آورد و ادویه هندی میومد به،, به به اروپا یا بس روزنامه در دوره صفوی کهشون رو... گفتن ممکنه دلو 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 جهانی شدن صرفا به نظر من تشدید اون ارتباطات هست به دلیل توسعه علمی و تکنولوژیکی که که سرمایداری به وجود آورده یعنی آنچه که ما ببینیم بست روابط سرمایداری در تمام جهان هست که پایان جنگ سرد فروریزی کشورهای بلک شرق یک خلایی رو درش ایجاد کرد که فشار سرمایداری که در گسترشش در واقع برمیگرده به ذات روابط سرمایداری مواجه میشه با یک خلایی که در نتیجه فشار از غرب و خلا در شرق این این گسترش رو به اون سرعتی میرسونه که به نظر میرسه یک تحول کیفی رخ داده در حالی که تحول کیفی رخ نداده در واقع همون روابط داری که در غرب نطفه گرفته الان در تمام دنیا باز تولید میشه و به این دلیل یک سری قیاسش اصلا قابل مقایسه نیست ببینید امروز اگه مثلا یه خاننده خواننده یه موسیقی توی غرب امروز ریلیزش میکنه م... میده بیرون سیدی شو همون روز د... دقیقا همون لحظه که اون ریلیز میکنه یک کسی تو ایران میتونه بهش گوش بده و کما اینکه خیلی طول... از فیلم هایی باس... که در لس آنجلس در میاد رو قبل از اینکه در لندن روی پرده ببینی یکی کسی از ایران زنگ میزنه میگه نسخه شو دارم میخوای برات تو... من... از, از اون مهمتر تولیدات همون المنت که ایشون میگن که تولید همگانی و اینا خیلی الان در مقیاس من... متفاوتیه مقایسه با سابق نیست قابل مقایسه نیست ولی منظورم است. این تحول کمی هست کیفی نیست یعنی یک ما, ما با اروج یک نو سازماندهی اجتماعی متفاوت به از کیفی در مقایسه با قرن 19 هم یا این ترتیب توزیع شما نیست. برای جهانی سازی اینه گسترش روا... روابط جهان سرمایه داری به اکناف دقیقون. جهان در در پای ت... در پای تنی اگر این توزیع ها کارآمد هستند و اقناع کننده چرا بعد از 2300 سال هنوز مفهوم تمدن هم از هان مردمانی که دنبال های کلان هستند رو تسخیر میکنه هم در محافل آکادمیک هم قابل بحثه چی باعث ماندگاری مفهوم تمدن شده به نظر شما؟ ببینید این خیلی بحث جا ای هست در مطالعات مربوط به جانی شدن که جانی شدن ضمن این که یک روند بسیار سیستماتیک شبیه سازی در سطح جان رو ایجاد میکنه در این حال به شدت تفاوت های از قبل موجود رو هم تشدید میکنه چرا که در این این در تشدید ارتباط هست که هویت اون حاملین و یا عاملین ارتباط برای خودشون جنبه بسیار واضحتری پیدا به هر طرف میده که بیش صداشون رو بلندتر به انواع بله به انواع گرایشات اجتماعی و سیاسی فضا میده ولی از اون مهمتر این گسترش سرمایه داری که من عرض کردم به تنهایی توضیح دهنده ی همه چیز طبعا نیست به دلیل اینکه دقیقا به دلیل اینکه این گسترش مثل همه گسترش های ما پیش از اون در تاریخ در متن یک جهان فلحال تقسیم شده وجود داره حالا این یا دولت ملت هست یا امپراتوری هست یا قبایل هستند یعنی دنیا هیچ وقت همگون نیست این هموجنایزیشنی که لیبرال ها ادامه وجود حالا اینکه مثلا تمدن اسلامی و تمدن غرب اینقدر با هم متفاوتن و حتی با توجه به همه پیشرفت‌های های تکنولوژی اینا. اینا, باز هم تفاوت رو حفظ خواهند کرد همه. یک پدیده مثل بهار عربی رو چجوری توضیح میدیم تو دنیای اسلام با اون وسعت عظیمی که اتفاق میفته تو کشور کاملا یه پدیده غربیه دنبال دموکراسی رفتن دموکراسی چیزی نیست که مال دنیای اسلام باشه در این بهار عربی نقش سوشال میدیا یا ابزارهای ارتباط عمومی خب این کار هست ولی اونها انقلاب رو ایجاد نکردن اونها در واقع تسهیلش کردن نهایتا دلیل این که در مصر یا در لیبی مردم برمیخیزن این است که یک سری یک تناقضی هست بین آگاهی سیاسی و وضعیت اقتصادی اونها و ساختار بل... و شکل دولتی که بر این جامعه متحول شده بله. اجازه ببینیم, ببینیم, ببینیم نظر آقای رجایی چیه آنچه که در جهان عرب اتفاق افتاده است یک بیداری است که داره صورت میگیره این به دلیل تناقضات تناقذات سرمایهداری مصر که سرمایه داری نبود یک نظام وحشتناک نز... سرهنگان من نمیدونم چرا حکومت سرهنگان در جهان اسلام مثل بختک چسبیده و تکون هم نمیخوره حالا بعضی جا سرهنگان شکل نظامی دارن بعضی شکل مذهبی دارن بعضی شکل طالبانی دارن اقتصاد سیاسی رو باید جدی گرفت اما تعیین کننده نیست آیا ایران جزء تمدن اسلامی حساب میشه اگه حساب میشه ایران که زبانش متفاوته پس تولید فرهنگ همگانی نمیتونه با بقیه دنیا عرب داشته باشه از چیزی به اسم تمدن اسلامی یا به بگفت... گفته, شما تمدن مسلمانان میشه اسم من نه برای اینکه به نظر من جهان اسلام به زبان داریش شایگان در تحتیلی تاریخی به سر میبرد. آخه این شما کمی دور از انصاف نیست که مثلا یه قسمتی از جهان رو بگیم نه اینا ای چی... در تحتیلن ببینیم... در تحتیلن برگردیم به اون 51 درصد 49 درصد ما صحبت نمی کنیم که جهنم هم که آیا بازیگری میکنن یا نه؟ آخه بازیگری سیاسی؟ همه اش بازیگری میکنن. فرهنگی اگر آقای اگر... رجای اگر نمیکنن بهار عربی رو چه جوری باید توضیح داد خب ببینید اینا خیزش هایی است ولی اجازه بدید چی از توش می آه در میاد همین توزیع آقای رجایی بلا روند عظیم دخالت غرب در تشکیل آنچه که به عنوان میان ما میشناسیم کاملا محذوف است اصلا اینجور نیست چرا دخالت غرب مشهود نیست ببنید. اصلا این امپراتوری ببنید. عثمانی رو چه کسانی تقسیم کردن اون, چیز... اون چیزی که به عنوان زوال امپراتوری عثمانی به عنوان آخرین فاز تمدن اسلامی ما میشناسیم بدون نگاه به مثلا کشف قاره امریکا تاثیری که های غارت شده قاره امریکا در تشکیل دولت مدرن در اروپا و به طبع اون افزایش قدرت نظامی اروپا پیدا شدن راههای جدید تجاری دریایی بین غرب و آسیا که در واقع ایران و امپراتوری عثمانی رو, رو دور می‌زدن و اصلا سقوط امپراتوری عثمانی به دلیل تحتیل شدن جاده ابریشم بود تا حدود زیادی یعنی بدون این ارتباطات متقابل بین جوامع که مدام در پاستولید اجتماعی این جوامع شرکت دارن ما نمیتونیم توضیح بله. بدیم که این روندها این روند چرا به این شکل مشخص شدن سوال توضیح بدیم سوالی خیلی, خیلی کوتاه کوتا. عقب افتادگی یا جمعه پیش جمعه این فرمایشات آقای دکتر رو دربست به نظر من نه فقط من میپذیرم خود من ارائه میدم اون ولی سوالش یه چیز دیگه است سوالش این است که چگونه شد که اگه بخوان به این سوال بذاریم چگونه شد که جهان اسلام که تا عواست قرن 19 به قول فرناند برودل بزرگترین قدرت روی زمین بود از هم پاشید بله. سوالی که شما کردین این است که تمدن چیست و چه کارآمدی دارد و اگر نتونه توضیح بده مشکل هست دیگه توضیح داره میده میگه آقا شما قرض قرض در روی زمین میخواین چه بکنید بسیار خوب به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه فرهنگ رجایی کامران متین سمیه اغنیا و آزاده اسدی از طریق وبسایت ما با آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید برای ما ایمیل بفرستید در همین وبسایت نسخه تصویری و همینطور پادکست یعنی نسخه صوتی برنامه ها در دسترس شماست و اگر گمان میکنید چیزهای ناگفته مونده و دوست دارید همین بحث رو ادامه بدید به فیسبوک ما هم سریع بزنید شب و روز بر همه شما خوش